سلام خدمت همه فوتبال دوستان به خصوص فوتبال ایرانی و کانال ما یعنی فوتبال پلاس خیلی ممنون از این که کانال ما رو سابسکرایب میکنید و به دوستان خودتون معرفی میکنید در ضمن خوشحال میشم که اگه ویدیوهای ما رو لایک کنید و کامنت بذارید زیرشون تا ما با دلگرمی بیشتری ادامه بدیم این کانال رو خب میریم سراغ خبرهای نقل و انتقالات کشورمون ایران امیر حسین حسین سازه در استقلال حضورش منتفی شده محمد رضا خالد آبادی از اونور با عقد قراردادی به تیم استقلال پیوسته آریا برزگر هم استقلالی شده مهدی قائدی لژیونر سابق استقلال در امارات موندنی شد و همچنین تی این نامه که باشگاه شباب الاهلی خطاب به استقلال زده بود گفته بود که شما خواستار جذب مهدی قایدی برای فصل 2023-2024 لیگ برتر ایران داشتی که متاسفانه این بازیکن در فصل جدید رقابت های لیگ امارات همچنان حضور داره به ما بهش نیازمندی ما از درک حرفه شما سپاس گذاریم این متن نامه بود که باشگاه شباب الاهلی به استقلال زده بود مهدی قاعدی گفته دوست نداشتم از استقلال جدا شم چاره ای نداشت شجاع خلیل زاده از تیم های سابق پیشنهاد داشتن اما به تراکتور اومدم تا ادای دین کنم قرار دادهش ندونست اما تیم گلگوهر سقف بودجه شو تصویب کرده و سقف بودجه مورد تصویب هیئت مدیره و رئیس مجمع این باشگاه برای حقوق و دستمزد بازیکنان عوامل فنی و احتساب مزایای کسب مجوز حرفه‌ای و 50 درصد درآمد حاصل از ترانسفر بازیکنان در مجموع با مبلغ چیزی حدود 282 میلیارد تومان بسته شد. ممنونم از اینکه کانال ما رو لایک میکنید سابسکرایب میکنید و به دوستان خودتون معرفی میکنید تا ویدیوهای دیگر بدرود